شرکت چینی هواوی تحریم های آمریکا رو دور زده و پنهانی با جمهوری اسلامی سال هاست همکاری میکنه. خبرگزاری رویترز جدیداً به اسنادی از این شرکت دست یافته که ثابت میکنه شرکت اسکای کام در تهران که همواره اعلام میکرده مستقل از این قول ارتباطات چینیه در واقع زیر مجموعه هواوی و تحت کنترل کامل اون بوده. شرکتی ثبت شده در هنگ کنگ محل فعالیتش ایران که هشت سال پیش درست در اوج تحریم های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی تجهیزات کامپیوتری آمریکایی به ارزش میلیون ها دلار رو تهیه و مستقیما به جمهوری اسلامی میفروخته. از جمله تجهیزات کامپیوتری اچ پی آمریکایی به قیمت یک میلیون و سیصد هزار یورو به شرکت همراه اول که همون سال توسط رویترز فاش میشه. منگواژ مدیر مالی و دختر مؤسس هواوی برای پنهان کردن این راز نه تنها به رویترز بلکه به چند بانک مهم غربی از جمله اچ هم میگه اسکای کام تکنولوژی یه شرکت مستقله و فقط طرف تجاری محسوب میشه چندی بعد هواوی نگران از جریمه های ناشی از دور زدن تحریم های واشنگتن اسکای کام رو که دیگه زیر ضربین رفته بود با ارسال نامه‌ای مستقیم به مدیرعامل همراه اول کلا در تهران میبنده. ولی شرکت خدمات فناوری هواوی رو با مشارکت همراه اول در ایران تأسیس و ادامه فعالیت های اسکای کام رو به این شرکت منتقل میکنه. حالا اسناد تازه از جمله نامه ها یادداشت ها و نامنگاری های داخلی که رویترز رویتشون کرده نشون میده علاوه بر اینکه خانم منگوانج عضو هیئت مدیره اسکای کام بوده مسئول چینی بخش ایران این شرکت هم کارمند هواوی بوده که با حکم اداری به تهران اعزام شده منگ مدیر مالی این قول شبکه های کامپیوتری و ارتباطات چینی از سال 2018 به جرم دور زدن تحریم های واشنگتن با فروش تجهیزات فنی آمریکایی به جمهوری اسلامی در کانادا بازداشت خانگیه. دادستانی آمریکا علیه او اعلام جرم کرده و در پی استرداد خانم وانژه مدارک جدید تاثیر بسیاری در روند تصمیم گیری دادگاه و به ویژه کیفرخواست خانم منگ در کانادا خواهد داشت. <applause> چین که در مقابل چند شهروند کانادایی رو بازداشت کرده درخواست استرداد و دستگیری منگ رو سیاسی کردن اقتصاد از سوی آمریکا عنوان کرده روی کردی که پکن معتقده به نفع شرکت های چینی یا آمریکایی نیست بخشی از اتهامات منگ کلاهبرداری و تقلب در سیستم نقل و انتقال بانکی هم هست. نقل و انتقالات مالی شرکت اسکای کام که قرار بود مفادش بین خودشون محرمانه باقی بمونه. به تیوسفی، اتاق خبر.